جناب به این پدرام، بله از قرائن برمی آید که طالبان در موضع‌گیریشان هیچ تغییری نکردند و با توجه به امتیازاتی که در موافقت نامهشان از امریکا گرفتند، همان طوری که شما یاد کردید، آیا امکان جمع بین جمهوریت و امارت وجود دارد؟ ببینین، متاسفانه ما چون دولت مردان و دولت مستقلی نداشتیم، به ویژه در 20 سال گذشته، همیشه همه چیز برای ما تجویز شده و ذهنیت ما را غربی ها و رسانه های غربی بوده که آماده کرده در رابطه به موضوعات افغانستان. در رابطه به طالبان هم هرگز هیچ افغانستانی، هیچ سیاستمدار افغانستانی، هیچ نماینده پارلمانی در رابطه به تغییرات طالبان صحبت نکرده، بلکه این فریاد بلند را هم ما از رسانه های غربی شنیدیم. CNN و BBC و فاکس نیوز و خیلی از شبکه های دیگر مثل الجزیره بوده که این فریاد بلند کردن به حکایت از این و این را مطرح کردن که گویا طالبان تغییر کردن. ولی وقتی شما با اعضای مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با در دوحه صحبت میکنین، اونا میگن کوچکترین تغییری طالبان نکردن، همان بزرگوارانی که 20 سال پیش بودن همان بزرگواران امروز البته در قالب مشروعیت جدیتری به میدان آمدن. در رابطه به این که چه تفاوتی میان امارت و جمهوریت، اولی که جناب حمید بزرگوار خدمت شما عرض کنم که ما فعلا هم جمهوریت نداریم، نه در زمان آقای کرزی داشتیم و نه در زمان آقای غنی داریم. رفتار بسیار فراقانونی دو رئیس جمهور قبلی، رئیس جمهور قبلی و رئیس جمهور فعلی، حاکی از این است که ما نه تنها جمهوریت نداریم، بلکه یک کسی به نام رئیس جمهور داره بر ما سلطنت میکنه. بخش بسیار جدی این صلاحیت های این سلطان برمیگرده به قانون اساسی که تصویب شد در زمان آقای کرزی، که صلاحیت های بسیار بسیار جدی و فراوانی به رئیس جمهوری داده، که البته فقط نامش رئیس جمهور است، بلکه باید این سلطان جمهوری بنامین. شما وقتی به قانون اساسی مراجعه میکنین، به ویژه به وقت به بخش اختیارات رئیس جمهور، مواردی رو میبینین که اصلا چیزی کمتر از سلطان، چیزی کمتر از صلاحیت های یک سلطان نیست. بنابراین ما اکنون هم اماراتی داریم منتها با نام جمهوریت، سلطنتی داریم با نام جمهوریت. من در همین دیروز در هرات گفتگوهای امنیتی برگزار شده بود، اتفاقا بخشی که به مصر پرده شده به عنوان یک سخنران همین موضوع بود که من این موضوع رو به صورت مفصل بحث کردم و اگر در برنامه فعلی هم مجال داده بشه انشالله در مورد از اون مشرح صحبت خواهد کردم. تشکر جناب پدرام، سعی با شما برمیگردیم اگر وقت بود حتماً.